سلام. خاموشه. خوش اومدید به یک قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون. نایش یانگ سادن، اودین و خاور گمرون سایفر رو قراره با هم دیگه ببینیم از لیبل احتمالاً گمبرون فامیلی، از همین ستاپسی گفتم که لینکش رو دیسکریپشن میتونید چکش کنید. از کانال یوتیوب یانگ سادن، لینک کانال یوتیوب دلول، کانال یوتیوب استنرم توی دیسکریپشن میتونید به اون کانال هم سر بزنید. اگر فور گنگ ها رو باشید توی کامنت میدیم، ما هم دیگه میشنویم ترک گمبرون سایفر رو ای از یانگ سادن. اودین خاور. اودین چی بود؟ کی بود؟ یادم تو اسطوره های اسکاندیناوی بود. اودین اینکه کدوم بود نمیدونم، ولی آدم خفنی بود. Has many names and is the god of both war and death. خدای جنگ و مرگ. مثل اینکه رپ خونده، خدای جنگ و مرگ. آها، والهالا واسه اودینه اصلا. مثل اینکه ساب والهالا چشم نداره. مثل اینکه من بس دیگه بیش از این اطلاعات نیاز ندارم ازش. آره، ویدیو از علیرضا خاشایی، بیت پرودوسر خاشایی. بیت پرودوسر اودین بلیست بیتس، ها؟ بای اودین بلیست دی بیت. ساوند انجینیر کوپا، کوپداب و بنی، خانواده گامبرون با افتخار تقدیم میکنند. بری بری. راید قوی خشه ای گنگ شد ای کی. دستم یوکی فلوم ای کی. اودین تویی؟ اودین ببینیم میان بیشت. تو با ما فرق داری چون به ما شک داری، سر نوع تحویل. اجازه بده. تو با ما فرق داری چون به ما شک داری. نظر در جستجوی معنی بیت اولم. فرق تو با ما اینه که به ما شک داری و ما به خودمون شک نداریم. تو با ما فرق داری چون به ما شک داری، سر نوع تحویلت میدیم به شر داری، فکر میکنی خط کشی ولی پرگاری، غریبه ای حتی اگه کلاه تو فکر میکنی خط کشی ولی پرگاری، یعنی دوره یه چیزی میچرخ برداری، راست هم نکن دافیال ولی پر. داداشمون از ریاضی دو اومده پای گاری، غریبه ای حتی اگه کلاه تو برداری، راست هم نکن دافیال ندارم واسم، شب و بیدارم فکر میکنم رو آیسم، یکی برسونه ویسکی و با آیسم و اسکار و اسنایت بخوای جان آیسم، ویسکی با آیسم، آیس شیشه، آیس یخ رو آیسم، یکی برسونه ویسکی و با آیسم و اسکار و اسنایت بخوای جان بیدم تو سایزم و با اسکی دمت گرم. پروزه کی بود؟ کوپ دا به اودین بلست بیتس این بود. شاتای چتامونم پوز میدن، واسه با تا میرسم پیشمون پوز میدن، اونایی که تو کفشونی تم جنوبی ترپ، خیلی ترپی داره بیت. سمپلش اول اینکه سمپل چیزیه، سمپل ساده ای نیست، یعنی یه سری مثلا اینم دقیق گوش کنم چیکار کرده، نمیفهمم چیکار کرده، خیلی ولی جذابه. کوس میدن رفیقات تا پاش برسم همه گم میشن، بیا بیا روک میگم اینام گنگ. انگار دو لایه داره سمپل، ببخشید من اصلا نم خاوره دوستمون یا اودینه، یا اودین اصلا آهنگسازه. فقط بیتش انگار سمپلش دو تا لایه داره، یه لایه پایینه یه لایه بالاست، یعنی دو ملودیه نیست. معمولا این کارو میکنن واسه ساختن هارمونی، مثلا دو تا ملودی میندازن روی هم دیگه. انگار، حالا من انگار دارم میگم، اصلا این کارو شاید نکرده باشه، من اینجوری میشنوم که انگار یه سمپله، یعنی میتونه انقدر هارمونی تمیزی ساخته که اینجوری شنیده شه. انگار یه سمپل مت بعضی نوتا رو من پایین و مثلا جزء ملودی دوم میشم، بعضی نوتا رو جزء ملودی اول. میدن رفیقات تا پاش برسم همه گم میشن، بیا بیا روک میگم اینام گنگسترم ولی پای تلفن اینن، آخرام دنیا با جیب پر میرم، رپرامون آخه اکثرم نمه تخ میان. آخرام از دنیا با جیب پر میرم، آخه رپرامون اوه میان. Listen up homie، شدم level up. Listen up Listen up homie، Listen up homie، شدم level up. Listen up homie، شدم level up. صاف و صوف بدون کروات homie، تو هم بیه اینجا آب میشه کرمات، آب میشه کرمات. گرم بگم را راست کن، کرم ندارم کن، زندگی مثل ما گنگ شکر ما نداره با این بازی ها، زندگی مثل مافیا باشه من مثل گاد میام، تو هم خوب میدونی که دیگه
ما زندگی مثل مافیا باشه، من خدا اون بالا بهتر بدی بود، بهتر شنیده شده بود. هر چیزی که قبلا شه، هر چیزه زیادی خواستی که قبلا شنیدیم بهتر بده. بچه ها از این بعد اینو بگم، نگید هیتر، نگید زاویه، نگید نمیدونم، همش خودتونید. هر چیزی که زیاد استفاده شده و چیز خاصیه بده، دیگه استفاده کردن دوبارش بده بده بده. زنده بازی ها زندگی مثل مافیا باشه، من مثل گاد میام، تو هم خوب میدونی که دیگه نیست مثل ما زیاد، پا برو بزا باد بیاد، پا برو بزا باد بیاد. اخاور رسیده به همه توی گم، اخاور داشمونه از آشغال تو آرایشگاه هادی نبودی خواهر، باد بیاد پا برو بزا باد بیاد. حاجی من با این سیست ریاکشن جرات ندارم بیام مهدد به عنوان رپر عینک چیز، من یه زمان میزدم یه چش نداشت خیلی دیگه، روزه که خیلی اتاندان اصلاشا میکنم کردم، ولی دیگه دبا سربازی نمیشده. اخاور رسیده به همه توی گمرون، از آشغالای سر کوچه گرفته تا مردم، بیقرارم واسه گاییدنم دارم سندروم، تازگی ها موزیکامون پله خورندام، فقط می... پله خورندام گنگ بابا بر استفاده کنید از گویشتون، استفاده کنید اینجوری پله خو، اینجوری صحبت میکنم بندری ها، از خیلی خفن اینجوری صحبت کردن جای اینکه بیا گلاک گلاک و من برندم و ترندم آیس مثلا همون اودینی که داشت تو ورس قبلی میزد، چرا از همون گویش های بندری استفاده میکنی اینقدر خفن؟ به جاش کلمه آیس رو استفاده میکنی، 38 تا دابل آنتاندرا تو 48 تا ترک از 27 تا رپر مختلف مشریدیم، یه دونه پله خو رندوم گفت، ولی اینقدر میشینه به دل آدم به خاطر آسنتیک بودنش. همه توی گمرون، از آشغالای سر کوچه گرفته تا مرد، سیساشون خیلی قویه، من دو به شک بودم این ویدیو رو ببینم، خیلی خوشحالم دارم ریاکشنش رو بزنم ضبط کنم، چون یه خورده شلوغ رپ فارسی و عقب مونده، ولی خیلی فامیلیه، سیس فامیلون دوست توپولمون اون پشت. اخاور رسیده به همه توی گمرون، از آشغالای سر کوچه گرفته تا مردم، بیقرارم واسه گاییدنم دارم سندروم، تازگی ها موزیکامون پله خورنده، فقط میجمانی در میاریم پول پول، اگه بگی لاش خوری من نشون میدم دول مول، نگاییدم میجمانی در میاریم پول پول، اگه بگی لاش خوری من نشون میدم دول مول، نگاییدم اصلا واسم اونی رو که سود نداشت، ساده نرسیدم بودم تو رب مثل کول برا، همونم آسمون رو ساده نرسیدم بودم تو رب مثل کول برا، تو رب مثل کول برا، من یه تیکه نفس گرفت قبل کول برا، خیلی باحال، خیلی فلوش، خیلی آسنتیکه. آسمون و زمین تو دوخ برات، با همی قدیمیم هم چه شه اسود کور الان، خط خون بگیر بک وکالی آنگسادن اومد، دوخ برات با همی قدیمیم هم چه شه اسود کور الان، خط خون بگیر بیرم توی خوندنات، بیرم توی کس خوهر مادر این دشمن ها، پتر خوب بمونی داشته ردیفه دیگه اوکی، یکی گولگاف زبون میاره برده داشت داداش خواهر، من توی خوندن آتکرم توی کس خواهر مادر این دشمن پتر خوب بمونی ورس کل ورس بانکی کم تو کجا شروع میشه، یعنی ما میدونیم بیت بعدی که چقدر بکنه یه جا، مسئله اینه که یکی چقدر کجا بکن بدم بهت خیرات، اگه گوه بخوری پشت سرم دیگه هیهات، زهنم رو بامی کنم میبندم باز چشمامو، کیرم هم نیستش تو این بازی بشم اعدام، یه جوری رپ میکنم میگیرم خسل الان، همه دوست دارن خیلی خفن خوابم، نمیدمش داشتی دیگه این بازی و کش الان، رپ گمرون انحصاری کیرم تو این کشورا، ببین میگه رپ گمرون انحصاری تو این مشتاشی دیگه این بازی و کش الان، رپ گمرون انحصاری کیرم تو این کشورا، بخواب تو کشورا اتانم آی تو ذات دشمن داداش، دم دستت دشمن ما هم یک بکن گردن درد داریم، دستت بکیره کیر دم دستت سرش کچ کن بکن دشمن های ما، یه چیزی میخواستم بگم اجازه نمیدید دیگه میپرید دست حرفم، هی کیر تو بکنید وسط حرفم، نه خیلی آسنتیکه، یکم دیگه زیادی کیرم تو اینو کیرم تو اونو کیرم تو فیلان کیرم تو بیسار گفته، یعنی خورده مزهش فرید، یکی دوبار به حاله اینجور به طور استاده بود، یه حکم پنج بار واقعا بیشوخی بدون اقرا پنج بار گفت، کلن استایلش آسنتیکه، اون عینک یه چشم بازه به نظر من یه خورده هیومر، یه خورده بیشتر از کاراکترش تنزه، این نباید اون استفاده کنه، همین که جکت سربازیش تنشه، پیران سربازیش تنشه، خیلی باحال، پیران ارتش آنی رو زمینی خیلی باحال، نوع نوشتنش خیلی جنوبیه، اون محاور حرف زدن ها، اون تیکه کلام ها، پله خو، این خو گفتن جنوبی ها رو این که آورده بود، اصلا میگه از 100 تا پانچلاین تصنعی بهتر بود، من خیلی حال کردم بخابر، خیلی حال کردم.
دلار میگذونیم و توی پیست الان اینو عکسش هم خیلی باله خوشحالن رضا بودیم بهشون دیس نداد شما خوب میدونید که مثل ما نیستا چون همتون رو میکنیم ما ها رسیم پیست الان بمیگن چند تا کار میاد عاشق کثیف کاری ها میدم دست فامیلا من اصلا گمرون آنی ها کیرم تو بچه بازی ها چون همه سمت ما میان ما جز اصل کاری ها همیشه هستیم جاویدا چیزایی که شنیدی بود ما جز اصل کاری ها همیشه هستیم جاویدان چیزایی که شنیدی بود خلاصه ای از G A M B R O N میشناسی منم کینگ خلاصه ای گمرون بود خلاصه ای از G A M B R O N میشناسی منم کینگ بگوی کونای سفید پوست میخوان از رپ چی سگ آداش تو بری آمریکا خدا وکیلی روز اول دستگیری کونای سفید پوست سیدت قربون ما میگم ایرانی ها جنبه آمریکا رفتن ندارن اصلا حقوق بشر کدوم سگی هست نژاد و عشقه هر کی مثل منه خفنه بقیه که کمونن هم یعنی همه اینجا کتمون نمیره ردشی دو یو فیلمه گمرو خود فیلمه تو رو اینجا بچه 10 ساله میکنه تو رو اینجا بچه 10 ساله میکنه نگا can you hear me blood ای را کینگه میرینا ببین 10 ساله میکنه نگا can you hear me blood ای را کینگه میرینا ببین نه نه ما original crip نگا original crip blood ای را کینگه میرینا ببین نه نه ما original crip نگا سر گنگ و هند ساینه خیلی توضیح نداره پیتایی که زد اوریژینال کریپ رو ببینن میرینن یعنی ما چون بلادیم دیدیم منظورش اینه میرینم ببینن اینه ما اوریژینال کریپ نگا سر گنگ و هند ساینه بگو اصلا اینا رو کی آورد تو رپ فارس میگن سادن تو جلوتر بودی از هم نسلات که چرا چی شد یو شدی کمکار هی واخه چیزایی دیدم گریخ پشما من نزدیک گریخ پشما تنها پشمی که بکنم داشت و ریخت همینجا بود تو شدی کمکار هی واخه چیزایی دیدم گریخ پشما من نزدیک نیستنش کدوم شبیه حرفا یه رو داداشی هم میفروشن اما فردا الان اکی میبینی سرش دورگ یا دستمال سره اگه داری شب تو گم رو میزنی خیلی باحاله ترک خیلی خفنه بهترین ترک جانسون نواخره اصلا ول کن بابا هیت دادن دیری لاف سانگو ول کن سادن اینجوری بزن فردا الان اکی میبینی سرش تو رگ یا دستمال سر اگه داری شب تو گم رو میزنی پرس سبک و تو یه لحظه گفت یکی بدو فست آخه این فقط میزنی پرس سبک و تو یه لحظه گفت یکی بدو فست بس آخه این فقط یه ترپ مزه میریزن چون که لک باید در بیاری گردم من تو ساعت تو دست نه ترس داره درد آره مرد ولی آخه خیلی باله یاد میگیری هر اتفاقی داره یه درس داره درد آره مرد ولی یاد میگیری هر اتفاقی داره یه درس به خودم قول دادم که قبل مرگم بنده رو بکنم گمرون روی من منو میشناسیم ضربه هم خطا که نرگم توییت تلگرام توییت استوری کپشن پستش فکر کنم به خودم قول دادم که قبل مرگم بنده رو بکنم گمرون روی من اما متاسفانه دست من و شما نیست دست آدمای دیگریست ولی امیدوارم حالا روی مپم نشد اوکیه همین که همه بگن گمرون من دیگه بندر نمیگم از این به بعد بیاید از این به بعد شما هم به کی نه اون زشته اصلا میگم کی تو بندر ولی منظورم اسم بندره منظورم که بکنیمش گمرون ولی خب بعد برداشت میشه و کنسله بنده رو بکنم گمرون روی من منو میشناسیم ضربه هم خطا که نمیره حالا باز بیا بهم بگو شرایط تیمت پسی بدون باز کنم هر جای زمین چشم بدون شک میگم گمرون برای همیشه خیلی خفن این بود فریستایل گمرون سایفر از یانگ سادن اودین خاور که میگم من خیلی خوشحالم از این که رپ فارسی مجالی داد که من این موزیکو گوش کنم به خاطر این که وقت کم و موزیک زیاد این روزا بی نظیر بود چه خیلی بود من اصلا از پروداکشنش بس پروداکشن فهمیدم یه متفاوت قراره بشنم واقعا انتظار نشم یه اینقدر سادن قدیم تر رو ببینم سادن یه مقدار پوست انداخته وقتی با هومان که کار میکنه با چه میدونم آرتیست دیگه یه مقدار هیت تر که کار میکنه تاکه هیت میسازه تک تکی نیست که بخواد اونجوری هیچ شه این چی میگم اصلا وای به ترک وای بیه که یه مقدار آندرگراند یه مقدار کرایم محورتره یه مقدار تاریکتره دیگه موزیک تاریکتر کاربردش هم کمتر میشه موزیکی که الان چه موزیکی بیشتر پلی میشه و هیت میشه و توجیه پذیر ساختنش موزیکی که
بیشترین کاربرد داشته باشه. یه خورده برگردیم عقب‌تر، موزیکا الان کاربردی شدن، موزیکو کاربردی گوش میدیم، اینجوری که موزیک گوش کنیم و صرفا از موزیک لذت ببریم نیست دیگه. اینجوری که آقا مثلا یه ترک قابلیت این که تو ماشین از خونه تا باشگاه میخوای بری یا خونه تا سر کار میخوای بری قابلیت این که اونجا پلی شه داره، قابلیت این که مثلا مهمونی پلی، مهمونی که مثلا دور هم جمعید ترپ جمعید میخواید گوش کنید، قابلیت این که اونجا پلی شه داره، قابلیت این که چمنم مثلا با دوست دخترت دارید، میدونی هر چی این قابلیت ها بیشتر باشه. حالا مثال لوکیشن این آدم نمیاد، موزیک هیتره دیگه، موزیک بیشتر پلی میشه، یا مثلا چالش خورم باشه موزیک بتونی روش چالش مالش بزنی و فلان اینا، خوراک ادیت کردم باشه. هر چی موزیک تاریک تر این مدلی تر، خب طبیعتا لوکیشن هایی که میتونی موزیک گوش کنی کمتره، موقعیت هایی که میتونی موزیک گوش کنی کمتره. سادن چسبیده بود به یک امضای مقدار پاپیولر تر که خارج از امضایی بود که ما باهاش اصلا سادن رو شناخت. همه این کارو کردن، چرسی این کارو کرد، ایپاپولوژیست این کارو کرد. ایپاپولوژیست یه واقعا یکی دو تا امضای موفق اونور ساخت مثل قرص. سادن به نظر من موفق نشد اونجوری امضای موفق بسازه. چرا؟ چند تا ترک هیت داشت مثل جردن جونجی، اون اصلا سادن پولیش خورده است، سادن سنباده خورده است دیگه. یعنی سادن رو این مدلی ما شناخته بودیم. چه میدونم تونی، اصلا تونی بدترین مثال کسی بود که این کارو کرد. تونی دیرولر هارد بیره یهو با دوست دخترش توی ترک با سیگل با هم دیگه خوندن. اصلا عجیب ترین تصمیم دنیا، عجیب ترین سنباده اشتباهی انتخاب کرده بودن. سنباده مثلا شاید لزوما بد نباشه. سادن یه مقدار سنباده داشت میزد برندشو، الا برگشت به دوره قبل سنباده و همین باعث شد که البته شاید نظر من و یه دسته از آدم ها این باشه، ولی به نظر من یکی از پیورترین و یکی از سادنترین و یکی از پر امضاترین و یکی از پر روحترین و یکی از اصلا جذابترین ورسای یانگسر این اواخر رو من شنیدم تو این ترک. خاورم دل منو برداجی خیلی خفنه. خاور دوست دارم، بهم اس بده. نه واقعا خاور کارش خفنه 100%. که یه سری چیزا مثلا وجود داشت که بختونه بهتر شه، ولی الان مثلا جای گفتن اون چیزا نیست. به نظر من انقدر نکات مثبت و انقدر آثنتیک بود و انقدر امضا داشت و انقدر آدم جذابی بود برای دیدن و شنیدن حرفاش که دیگه نقطه ضعف همون چیه خوری کمتر که تو بکنی تو در دیوار ردیفه داداش. برای قدم خیلی محکمی بود برای گمرون فامیلی و به نظر من نیاز بود، چون خیلی وقت لیبل گمرون فامیلی ثبت شده و یعنی خیلی وقت داره فعالیت میکنه، اما قدم محکمی مدلی وجود نداشت. خفن تبدیل تجربه اولین بار دیدن سایفر خفن، من هشتم با سایفرش خیلی خفن. بعد گمرونیات با سوایگ به دنیا میان، انگار اصلا غیر رپرشون هم سوایگ داشت. شما نظرتون رو بنویسید راجع به این سایفر و این ریاکشن ویدیو، لایک کنید ویدیو رو، دوست داشتید دیسلایک اگه ویدیو رو دوست نداشتید، فورگنگ هم یادتون نره توی کامنت اگر نظر دیگه ننشین، اگه نظر دیگه داشتید که یا حالا فورگنگ رو بخیال چید یا اون نظر این نظر مهمتره. سابسکرایب یادتون نره، ویدیوها رو اگه دوست دارید ساب کنید و زنگوله بغل حسابم بزنید اگه میخواد از آپلود ویدیوی بعدی جا نمونید. تا ویدیوی بعدی فور گنگ.